همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا فرزیا روز گذشته جنگ لفظی بین ترکیه و اسرائیل مقاماتشون در شبکه اجتماعی در جریان بود جزئیات بیشتر رو برامون توضیح میدی خب دیروز همونطور که گفتی اعضای عمومی در ترکیه بود و در استانبول در بسیاری از مساجد از جمله مسجد فاتح که پایگاه اسلامگرایان هست نماز میت غیابی برای هنیه خونده شد و پرچمها در سراسر ترکیه نیمه برافراشته بود همچنین در نمایندگی های دیپلماتیک از جمله در سفارت ترکیه در تلاوی و همچنین کنسولگری در اورشلیم این موضوع باعث شد که واکنش وزیر امور خارجه اسرائیل رو داشته باشیم و اعلام کردش که اگر میخواهید ازاداری کنید برای هنیه به ترکیه برید و میدونیم که خب سفیر ترکیه در اسرائیل نیستش اما نماینده دیپلماتیک این کشور رو احضار کردن در ادامه سخنگوی وزارت خارجه ترکیه یک پیام خیلی کوتاه منتشر کرد و گفتش که با از بین بردن افرادی که میخوان مذاکره بکنن و تهدید کردن دیپلمات نمیتونید به صلح برسید اما دیروز یک اتفاق دیگر هم در ترکیه افتاده بود این بود که مسدود شدن اینستاگرام بود به دلیل اینکه گفته میشد نسبت داده شد به صحبت های مدیر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه که از شرکت متا به خاطر حذف پیام های تسلیت در مورد هنیه انتقاد کرده بود این مسئله واکنش شهردار استانبول رو هم داشت و ویدیویی منتشر کرد و انتقاد کرد از این رویکرد دولت ترکیه اما در ادامه وزیر امور خارجه اسرائیل یک پیام به زبانهای ترکی انگلیسی و ابری منتشر کرد و در اونجا تصویری از اردوغان رو داشتیم که در پشت سرش پرچم ترکیه در حال سوختن بود و در اونجا به این مسئله اشاره کرده بود که در ترکیه 57 میلیون کاربر اینستاگرام وجود داره و تجارت 6 میلیارد دلاری با اسرائیل رو اردوغان قطع کرده و اشاره کرده بودش که اردوغان ترکیه رو به یک دیکتاتوری تبدیل کرده و میراث ترک رو که یک ترکیه مترقی می‌خواد رو از بین برده و نابود کرده در پایان پیام به شعار شهردار استانبول در انتخاباتش که همه چیز خوب خواهد شد اشاره کرده بود و اکانت حساب کاربری اکرم ماموغلو رو هم زمینه پیام خودش کرده بود و این باعث شدش که واکنش ها در ترکیه زیاد باشه و مقامات ترکیه به این مسئله واکنش نشون بدن ممنون است فرزیا ثابتی همکارمون از آنکارا